با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. اعتراضات قدرتمند مردم، جنبش عظیم مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی محکم و قدرتمند علی‌رغم سرکوب‌های وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، این جنبش میرزمد و هر لحظه با تاکتیک‌های مختلفی که در دست میگیره رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه. این الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، ما با سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی در کردستان روبرو هستیم که مردم محکم و مستحکم نه تنها در کردستان، در سراسر ایران در همبستگی با مردم در کردستان بر علیه رژیم اسلامی ایستادن. در برنامه امروز ما نگاهی میاندازیم به گرایشات و جنبش‌های مختلف در ارتباط با اعتراض قدرتمند مردم و جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و اینکه هر کدوم از این گرایشات و جنبش‌های مختلف چه آینده‌ای رو می‌خوان برای فردای مردم ایران رقم بزنن. نظرات علی جوادی رو در برنامه امروز جویا می‌شیم. با سلام به شما علی جوادی و با تشکر از اینکه در برنامه دیگری از یک دنیای بهتر ما با شما هستیم. متشکرم به شما و به مردم به پا خواسته. صمیمانه سلام و درود میفرستم. سوالی که برای همه مطرح است این که این جنبشی که ما الان درون جامعه باش روبرو هستیم، این چه جنبشیه؟ برخی ازش اسمای مختلفی روش گذاشته میشه، برخی صرفا به اون به عنوان خیزش انقلابی مردم نگاه میکنن، برخی دیگه از این به عنوان جنبش سرنگونی نگاه میکنن و برخی دیگه هم از اون به اسم انقلاب نام میبرن که بیشتر البته از اون به عنوان انقلاب نام میبرن. من میخواستم ببینم که البته ریز شما بعداً صحبت میکنیم، ولی میخواستم بگم از نظر شما چه اسمی و چه تبعینی از این جنبش وسیع اعتراضی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و برای سرنگونی رژیم اسلامی میشه داشت؟ به نظر من جنبشی رو که در حال حاضر مشاهده میکنیم، تلاش عظیم توده مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستش و این جنبش رو میشه جنبش توده های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی نامگذاری کرد و به همین اعتبار هدفش در درجه اول به زیر کشیدن حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی هستش، با اتکا به مبارزات توده مردم، با اتکا به پایین، با اتکا به نیروی جوانان، زنان و توده مردم زحمتکش در جامعه، توده مردم کارکن در جامعه و در چارچوب عمومی. به نظر من بیان جنبش توده های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیان دقیق و روشنی از اون چیزی که امروزه در جامعه مشاهده میکنیم هستش و تفاوت داره با تبیین‌های دیگه‌ای که تحت نام انقلاب، انقلاب زنانه، انقلاب ملی و غیره ازش صحبت میشه. من تاکید خاصی روی این مسئله دارم و این پدیده عظیم اجتماعی درخشان با شکوه رو علی‌رغم تمام درخشان بودنش، تمام جانفشانی ها، تمام اعتراضات، مبارزات و غیره، در کلیتش وقتی که مورد بررسی قرار میدیم ازش به عنوان در حال حاضر جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی نام ببریم. خب برخی که به این جنبش نگاه میکنن که حتی تو شعارها هم بوده که این دیگه خیزش نیست، انقلابه، بیشتر روی ابعاد این جنبش، روی گستردگی این جنبش، روی اینکه در واقع اخشار و طبقات مختلف درون این جنبش درگیر هستن اشاره میکنن و میگن دیگه نمیشه اسمش خیزش گذاشت و باید بهش گفت انقلاب. شما نظرتون راجع به این نگرش چیه؟ ببینید، یک تفسیر یا تبیین عمومی وجود داره. هر زمان که توده مردم درگیر میشن در ابعاد گسترده تر و با شیوه هایی برای مبارزه قهرامیز و به زیر کشیدن رژیم های حاکم، در ادبیات ژورنالیستی معاصر ازش به عنوان انقلاب نامگذاری شده
مثلا خیزش توده های مردم یا جنبشی که در سال 78 باهاش مواجه بودیم، 6 روزی که به اصطلاح در تهران و برخی شهرهای دیگه اعتراضات گسترده ای رو دیدیم، بسیاری از ژورنالیستا، حتی مثلا ژورنالیست های غربی، ازش به عنوان انقلاب یا 6 روزی که انقلاب در جامعه ایران جاری بود یا پس از اون، ازش به عنوان انقلاب صحبت کردن. اما من و شما به عنوان مارکسیستای این جنبش یا مارکسیستای جنبش طبقه کارگر، تبیین روشن و معینی از پدیده انقلاب اجتماعی در جامعه داریم و در این حال تمایزات و ارزیابی‌های متفاوتی از یک جنبش عمومی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و یک انقلاب به مثابه و از نقطه نظر ما پدیده‌ای که تنها میتونه یک انقلاب کارگری باشه با هدف اثباتی استقرار یک حکومت سوسیالیستی آزاد، یک حکومت کارگری و همچنین خلعیت از سرمایه در ابعاد اقتصادی و سیاسیش. نتیجتاً باید بین این دو پدیده تمایز سیاسی روشن قائل شد. جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب. من به اون ادبیاتی، به اون سنتی تعلق دارم که از انقلاب امروزه فقط انقلاب کارگری رو متوجه میشم، نه هر انقلاب دیگه‌ای. در حالی که بسیاری به اصطلاح از نیروها و جنبش‌های دیگه اجتماعی انقلاب رو در ظرفیت‌های متفاوت به کار بردن، اما ما مارکسیست‌های جنبش طبقه کارگر تبیین روشن و معینی از انقلاب داریم. یک انقلاب اجتماعی که در همشکننده مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری موجود هست مد نظر هست، نه هر پدیده اجتماعی یا تحول سیاسی دیگری که منجر به دگرگونه‌های اجتماعی و سیاسی معینی هم میتونه بشه. بله خب میباشم قایتون میکنم، ولی چرا فکر میکنین که این جنبشی که الان در ایران جاریه نمیتونه به یه انقلاب اجتماعی و یا نمیتونه دست به یه سری تغییرات اجتماعی بزنه که اون تغییرات اجتماعی تغییرات اجتماعی بنیادی است و میشه ازش به عنوان یه انقلاب کارگری نام برد؟ من چنین تفسیری ندارم. من فکر نمیکنم که، من اتفاقا فکر میکنم که این جنبشی که اسمش رو انقلاب نمیدونه، هنوز به شکل نگرفته، هنوز شرایط لازم برای اینکه این پدیده به عنوان یک پدیده اجتماعی ازش به عنوان یک انقلاب کارگری اسم برده بشه، هنوز مشخصه های اصلی که یک انقلاب کارگری ازش برخوردار هست و برخوردار نیست. شاید بتونه، این پتانسیل رو داره و ما باید تلاش بکنیم که چنین پدیده‌ای، یعنی جنبش عظیم توده های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به یک انقلاب عظیم کارگری منجر بشه و جمهوری اسلامی در پس یک انقلاب عظیم کارگری به زیر کشیده بشه که پس از اون ما شاهد استقرار فوری یک حکومت کارگری، یک حکومت سوسیالیستی در جامعه باشیم که هرچه کم مشقت‌تر، هرچه رادیکال‌تر، هرچه عمیق‌تر و انسانی‌تر پایانی باشه، نه تنها بر جمهوری اسلامی بلکه بر مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری که مسبب فقر و فلاکت و نابرابری و ستم و تبعیض در اشکال مختلف در جامعه کنونی هستش. ما اونجا میخواییم، اما شاید علارغم میل ما، علارغم تلاش ما، پدیده جمهوری اسلامی در پس یک انقلاب عظیم کارگری سرنگون نشه. جمهوری اسلامی میتونه سرنگون بشه. این جنبشی رو که امروزه شاهدش هستیم، تلاش ها و کوشش ها و خیزش ها و قیام هایی رو که میتونیم در آینده نزدیک و یا دور شاهدش باشیم، میتونه، ظرفیت این رو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و این جنبش در این حال ظرفیت این رو داره که از دلش طبقه کارگر با پرچم اعتراض سوسیالیستی و مستقل خودش، کمونیسم جامعه، بتونه در رأس اعتراضات یک پدیده عظیم اجتماعی رو در قرن 21 شکل بده و دنیای نوینی رو حداقل در یک جامعه معین پایه‌ریزی بکنه. به این اعتبار این پتانسیل درش وجود داره، ولی ما در این حال پیچیدگی هایی که مبارزه در حال حاضر با جمهوری اسلامی و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ملزوماتی که برای
پیشبرد امر انقلاب کارگری هست میشناسیم، اینا رو به این اعتبار نمیخواهیم ساده انگاری کنیم در پیشبرد امر مبارزه خودمون، بلکه میبینیم که پیچیدگی ها، ظرایف، تفاوت ها و تمایزاتی رو با انقلاب 57 شاهدش هستیم و به این اعتبار مشخصا این پدیده در حال حاضر رو، اون چیزی رو که امروزه میبینیم و ارزیابی میکنیم در ابعاد سنت مارکسیستی، سنت کمونیسم کارگری، ازش به عنوان جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یاد میکنیم که این ظرفیت رو داره که بتونه از دلش، شاید در انتهاش، اواخرش، شاید همزمان با سرنگونی جمهوری اسلامی، شاید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، شاهد شکلگیری یک انقلاب عظیم کارگری هم باشیم. ولی به هر حال این پدیده هنوز اون چیزی نیست که مطلوب ما برای چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی هست، اما مستقل از اراده ما این جنبش این ظرفیت و توان رو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. بازم اجازه بدیم بیشتر سر مسئله جنبش برای سرنگونی فوکوس بکنیم. شما مطرح کردین که این جنبش هنوز نمیشه اسمش رو انقلاب گذاشت، انقلاب از نظر کمونیستا، انقلاب کارگریه. ممکنه کسایی که میگن نمیشه اسم این رو خیزش دیگه گذاشت و باید گفت انقلاب، از اون طرف میتونن این رو، این سوال رو جلو شما بذارن. خب جنبش سرنگونی ما ده 96 رو داشتیم، ما 88 رو داشتیم، آبان 98 رو داشتیم، این جنبش فراتر از اون مسئله، فراتر از جنبش های دیگه است، اخشار و طبقات مختلف درون این جنبش درگیر هستن و این جنبش خیلی قدرتمند رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده برای سرنگونیش. از اون طرف هم توازن قوا به جوریه که رژیم جمهوری اسلامی، نه رژیم جمهوری اسلامی میتونه این مردم رو به خونه بفرسته و مردم هم کماکان در صحنه هستن و به این اعتبار بگن این از نظر ما فراتر از خیزش انقلابی و یا صرفا جنبش سرنگونیه و این زمینه‌های انقلابه. ببینید شما میدونید در تبیینی داشته باشید، اما واقعیت اینجاست که ما انقلاب 96 نداشتیم، انقلاب 98 نداشتیم و انقلاب 1401 هنوز نداریم. امیدواریم که داشته باشیم، باید داشته باشیم برای رهایی انسان و آزادی جامعه از نکبت سرمایه و حکومت اسلام بهتره که هرچه زودتر داشته باشیم. اما تبیینی که ارائه شده، چهارچوبی که به نظر من مناسب ترین شکل برای بیان واقعیات اجتماعی موجود و اعتراضات موجود هست که در عین حال هیچ گونه به اصطلاح شاید اینطور بشه مطرح کرد که هیچ گونه تفاوت ماهویشو با یک تلاش عظیم برای استقرار سوسیالیسم کمرنگ نمیکنه جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم است. شما اشاره کردید که نیروهای معین و اخشار و طبقات متفاوت درش درگیر هستند. به واقعیت درستی اشاره میکنید، اما نفس این که اخشار و طبقات مختلف در جامعه، اهم از بورژوازی و کارگر، در مقابله با حکومت حاکم قرار دارن، اتفاقا استدلالی هست برای اینکه این پدیده عمومی که هم کارگر و هم کمونیسم، هم بورژوا هم طبقه کارگر درش میخوان تغییراتی رو در سیستم قانونی به وجود بیارن، به این مسئله برمیگره که پس نتیجتا این یک انقلاب کارگری نمیتونه باشه، چون نیروهایی که امروزه برای سرنگونی و جایگزینی جمهوری اسلامی تلاش میکنن اهداف واحد و یکسانی به هیچ وجه ندارن و تردیدی درش نیست و در عین حال جایگاه طبقاتی یکسان و واحدی ندارن، رو در روی هم در تخاصم با هم دیگه، در جدال با هم دیگه، در عین حال بر علیه جمهوری اسلامی قرار دارن. نتیجتا نفس همین واقعیت به نظر من استدلالی برای این هستش که این جنبش رو نمیشه در حال حاضر علارغم به اصطلاح گستردگیش، علارغم ویژگیهاش، ازش به عنوان یک انقلاب کارگری نام برد. هنوز طبقه کارگر
شاید بگیم متاسفانه به خاطر ضعف ما کمونیستای کارگری و غیره و غیره نتونسته با پرچم مستقل سوسیالیستی خودش به عنوان رهبر اعتراض مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جامعه در ابعاد مورد نظر قد علم کنه. زمانی که ملزومات چنین ویژگی فراهم بشه مسلماً و چنانچه طبقه کارگر در رأس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار بگیره مسلماً تفاوت ویژه‌ای رو مشاهده خواهیم کرد. اون موقع دیگه شما شاهد این نخواهید بود که جریانات راست و ارتجاعی موجود در اپوزیسیون به اصطلاح همسو یا همراه با اهدافی باشند که این بخش از جامعه طبقه کارگر کمونیسم آزادی خواهی برابری طلبی داره دنبال میکنه، بلکه برعکس مشخصا رو در روش قرار میگیرن یا در کنار جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی باقی مونده باشه یا برای کنار زدن جمهوری اسلامی و به منظور قرار گرفتن در موقعیتی که هرچه بیشتر از موقعیت قدرت در مقابل پرچم کمونیسم کارگری، پرچم سوسیالیسم کارگری در جامعه بتونن قد علم کنن. میخوام بگم اتفاقا استدلالاتی که گفته میشه برعکسش به نفع این ارزیابی هستش که جنبش ما ازش ارائه میده. خب علی جوادی، جریانات راست میتونن این رو بهتون بگن که شما در ارتباط با این که نمیشه اسمشو انقلاب کارگری گذاشت کاملا درست میگین، ولی ما اسمشو، ما منظورم جریانات راست نه من، ما اسمشو انقلاب میذاریم و ازش به عنوان انقلاب ملی، انقلابی که مربوط به ملت ماست، مربوط به همه مردمی که درون ایران دارن زندگی میکنن هست و از اون به عنوان انقلاب ملی نام میبریم. این حرف جریانات راست. نظرتون راجع به این مسئله ببینید میشه. کاملا محقن میتونن بگن ما انقلاب مورد نظر خودمون رو انقلاب ملی نامگذاری میکنیم و من دعوای پایه‌ای در این چارچوب ندارم، فقط میتونم بگم که این پدیده‌ای که شما انقلاب ملی ازش اسم میبرید یا مطلوبتون بله انقلاب ملی اصلا معنیش حالا چیه؟ میگم این پدیده به معنای آزادی خواهی نیست، به معنای برابری طلبی نیست، به معنای رفاه مردم نیست، به معنی این نیستش که تغییرات بنیادی در زندگی مردم و سهم مردم از زندگی، از آزادی خواهی، از سرنوشتشون به اصطلاح داشته باشه. شما همونطوری که جمهوری اسلامی تحولات و مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت سلطنت در سال 57 رو انقلاب اسلامی قلمداد کرد، یک پدیده کاملا ارتجایی، اونجایی که جمهوری اسلامی برش غلبه کرده بود، نیروهای اسلامی برش غلبه کرده بودن با کمک نیروهای غرب و کنفرانس گوادلوپ و غیره و غیره، ما شاهد عروج و شکلگیری یک پدیده کاملا ارتجاعی بودیم که تلاش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که میخواستن از استبداد پلیسی ساواکی آزاد باشن، میخواستن حرمت داشته باشن، میخواستن شاه نداشته باشن غیره، برد زیر پرچم شکل دادن به یک حرکت عظیمی که به اصطلاح یه نوع استبداد دیگه، یه نوع ارتجاع دیگه، یه حکومت مذهبی دیگه رو مستقر کرد. نتیجتا به این مسئله میرسیم که نیروهای متفاوت اجتماعی اولا ارزیابی های یکسانی از پدیده انقلاب ندارن و این مسئله فقط یک اقدام اکادمیک یا اسکولاستیک نیست که من و شما بشینیم وقتمون رو تلف کنیم، وقت توده شنونده این برنامه رو تلف کنیم که بگیم ظرایف به اصطلاح لغوی یا اسکولاستیک این مسئله رو ما داریم مورد کنکاش قرار میدیم. نه، اهداف متفاوتی بهش گره خورده، سیاست‌های متفاوتی در پس چنین نامگذاری دنبال میشه و سیاست‌هایی در عین حال کنار زده میشه. اونی که از پدیده به اصطلاح اعتراضات مردم در جامعه ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی میخواد یک انقلاب ملی نامگذاری کنه و شکل بده، یه ارزیابی‌های معینی داره. میگه این پدیده باید تمامیت ارضی یک رکن اساسیش باشه، باید پرچم شیر و خورشید و غیره یک رکن دیگش باشه، میگه یک ملت یک پرچم هست و در این حال سلطنت هم زویا ظاهرن از قرار یک ویژگی اصلی این پدیده هست که باید ابقا بشه. اون کسی که صاحب این خط و این نظر هست چنین تبیینی داره، پرچم شیر خورشید،
تمامیت ارضی، هر کی صحبت از به اصطلاح آزادی یا رهایی در هر گوشه‌ای بکنه، تفاوتی بر به اصطلاح داشته باشه با جریانات قالب و اصلی در بستر اصلی این جریان، میگن که جریانات به اصطلاح تمامیت ارضی رو زیر پا گذاشته، باید لشکر کشید، نابودش کرد، داغونش کرد، غیره و غیره. نتیجتا یک تبیین متفاوتی داره، تبیین روشنی داره، و این تبیین به هیچ وجه برخلاف تصور پوپولیست های کودن سیاسی ما قابل جمع با پدیده‌ای که ازش به عنوان انقلاب کارگری، آزادی بخش، رهایی بخش ازش نام برده میشه نیست، قابل جمع نیست، چون اهداف یکسانی ندارن، اهداف متفاوتی ندارن. یکی میخواد حکومت اسلامی سرنگون بشه، یک حکومت سلطنتی، حالا در شکل یه ذره به استرا تلطیف شده ترش، اینطور که الان قول میدن، بعدا این قولم زیر پا میذارم مسلمن اگر به جایی برسن، بخواد ابقا بکنه. من و شما میگیم که آزادی مردم در گرو اینه که بتونن ریشه نابرابری، ریشه عدم آزادی، ریشه تبعیض، ریشه استثمار رو در جامعه بزنن تا بتونن یک جامعه آزاد و برابر داشته باشن. یعنی آزادی و برابری تا زمانی که و مادامی که نظام سرمایه‌داری حاکم هست در چنین چیزی نمیتونه به وجود بیاد. آزادی و سرمایه، عدم آزادی و سرمایه‌داری در هم تنیده شدن. سرمایه‌داری جامعه ایران آزاد نیست، مبتنی بر الگویی هستش که کار ارزان، کارگر خاموشه و استثمار خشن و همه جانبه و کارگر سرکوب شده و غیره یکی از ارکان کارکردش هست و این دوتا قابل جمع نیست. نتیجتاً این پدیده ها رو نمیشه یکی تلقی کرد، ولی یک واقعیتی میتونه در برگیرنده تلاش نیروهای متفاوت اجتماعی باشه، بدون اینکه اهداف متفاوت رو بخواد در هم یکی بکنه و یا چنین برداشت نادرستی رو به وجود بیاره. ما میگیم این جنبش درست، نیروهای متفاوتی میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه از راست و از چپ، این نیروها تماما انقلابی نیستند، تماما آزادی خواه نیستند، تماما برابری طلب نیستند، نیروهایی هستند که بعضا ارتجاعی هستند، از جنس خود جمهوری اسلامی هستند، قبلا در حکومت بودن، خودشون یه حکومت استبدادی داشتن، خودشون سلب کننده آزادی بودن، خودشون به اصطلاح اعمال کننده نابرابری های سیاسی و اقتصادی در جامعه بودن، ولی میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. این واقعیت غیر قابل انکاره. اما اگه بگن من و شما و اون جریانات دست راستی یک هدف مشترک داریم، پس بنابراین به این علت هست که در این جنبش هستیم، میگیم اینجا نگه دارید، چنین ارزیابی نادرسته، اهداف ما رو پنهان نکنید، زیر خاک نکنید، اجازه نمیدیم به شما. ما اتفاقا میخواییم که جمهوری اسلامی گورش رو گم کنه، داریم تلاش میکنیم تا یک جامعه آزاد و برابر و مرفه داشته باشیم که تنها و تنها میتونه یک جامعه سوسیالیستی باشه که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و سهم خودشون از زندگی، از انسانیت، از عشق، از برابری، از رفاه داشته باشن. اینا فاکتورها و مؤلفه‌های اصلی هستش که اینجا تمایز کننده و در این حال توضیح دهنده وضعیت پیچیده موجود در جامعه ایران تا اونجا که به نیروهای متفاوت اجتماعی برمیگرده هستش. خب برخی دیگه هم از این انقلاب به عنوان یک انقلاب زنانه نام میبرن و تبعینشون از انقلاب انقلاب زنانه است. نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ آیا ما با یه انقلاب زنانه روبرو هستیم و یا به قول که خودتون مطرح کردین انقلاب بعدی انقلاب کارگری خواهد؟ ببینید اینکه انقلاب بعدی چه خواهد بود از نقطه نظر ما تنها میتونه یک انقلاب کارگری باشه. انقلاب آتی ایران از نقطه نظر ما فقط میتونه یک انقلاب کارگری باشه، انقلابی که مناسبات اقتصادی سیاسی، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری رو ازش خلعیت میکنه و یک حکومت کارگری شورایی رو مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی و استثمار در جامعه بنیان میذاره. این از نقطه نظر ما انقلاب، اون پدیده اینه و ما برای اون تلاش میکنیم و هیچ تخفیفی در این اهداف که برای مبارزه میکنیم نمیدیم. کمونیسم کارگری اساساً برای این هدفها شکل گرفته، نه برای چیز دیگه. ما در این حال که اصلاحات میخواییم، میخواییم بهبود
زندگی مادی مردم رو به وجود بیاریم، در این حال داریم در هر شرایطی توضیح میدیم که تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری برقرار هست وضعیت موجود نادوام هستش و باید دست به ریشه برد و انقلاب کارگری زنانه برمیگردم به مسئله. نتیجتا وقتی که در رابطه با انقلاب زنانه صحبت میکنیم، بسیاری از دوستان و به اصطلاح فعالین سیاسی که از پدیده موجود در جامعه به عنوان یک انقلاب زنانه صحبت میکنن، بعضا میتونه نقطه ارجاعشون صحبت هایی باشه که منصور حکمت در بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود اشاره کوتاهی به این مسئله داشت که انقلاب آتی میتونه یک انقلاب زنانه باشه، که اساسا ویژگی به اصطلاح مبارزات آتی در جامعه رو بهش اشاره مختصری میکنه که نقش زنان در این مبارزه برجسته خواهد بود، که واقعیت غیر قابل انکار شرایط کنونی هست. امروزه زنان نقش ویژه و جایگاه بسیار روشنی در تمایز با تمام تحولات پیشین در مبارزه برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی دارن و در حقیقت بیان این واقعیت هست که جامعه ایران آزاد نخواهد شد مگر اینکه زنان آزاد بشن، و آزادی جامعه در حقیقت در گرو آزادی زن هست و یک نوع پیش شرطشه. اما آیا از این مسئله میتونیم به عنوان در ابعاد در تمایز با انقلاب کارگری و بگیم حالا ما یه انقلاب دیگه‌ای رو مواجه هستیم و این انقلاب متمایز از انقلاب کارگری هست؟ من چنین تبیینی ندارم. انقلاب کارگری از نقطه نظر من در عین حال ویژگی‌های یک پدیده زنان آزادی زن رو قائم به ذات مستقلن براش تلاش میکنه بدون اینکه ناچار بشه در اهداف خودش و یا حتی در نامگذاری خصلت انقلابی خودش تمایزی قائل بشه یا به اصطلاح تخفیفی قائل بشه. من فکر میکنم که جامعه موجود این جنبشی رو که مشاهده میکنیم علارغم خیزش ها، علارغم به اصطلاح شورش ها، علارغم قیام هایی که باش مشاهده میکنیم، کماکان یک جنبش عظیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، زنان در پیشاپیش مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دارند و این پدیده کماکان از یک انقلاب عظیم اجتماعی متفاوته. و در این حال این نکته رو تاکید میکنم که مستقل از این که آزادی زن و برابری زن و مرد در جامعه، آیا خانایی ذاتی با نظام سرمایه‌داری داره یا نداره؟ مبارزه برای آزادی و برابری زن در جامعه در عین حال گره خورده با مبارزه برای خلاصی و رهایی از شر نظام نکبتبار سرمایه‌داری موجود در جامعه. یعنی اون چیزی که علاوه بر مذهب و کثافت مذهب نابرابری زن و مرد رو در جامعه نه فقط در جوامع مذهب زده اسلام زده حفظ میکنه و نگه میداره، مناسبات سرمایه‌داری قرن 21 و پیش از اون قرن 20 بوده و نتیجتا شما برای برابری زن و مرد ناچار هستید یک مبارزه عظیم ضد سرمایه‌داری رو پیش ببرید، هرچند که قائم به ذات این مبارزه پیش بردش حائز اهمیت و یک مبارزه اساسی برای کارگر و برای کمونیسم در جامعه هستش. اما نامگذاری این پدیده اجتماعی عظیمی رو که شاهدش هستیم به عنوان انقلاب زنانه، من فکر میکنم که کماکان تاکید باید کرد روی این مسئله که پرچم آزادی زن و جنبش آزادی زن یکی از جنبش های قوی در این مبارزه هستش، ولی انقلاب از نقطه نظر من کماکان ترجیحاً این که برای اینکه هیچ گونه به اصطلاح سوء تفاهمی و یا تخفیف در تلاش برای رسیدن به اهداف مورد نظر صورت نگیره، یک انقلاب کارگری است. شاید برخی بگن که این مرحله انقلاب زنانه است، مرحله بعدی انقلاب کارگری میتونه باشه. من این مرحله بندی ها رو توی به اصطلاح ذهنم اعتبار چندانی نداره. من در این حال که آزادی و برابری زن و مرد رو براش مبارزه میکنم، در این حال برای رهایی از مناسبات استثمارگرایانه موجود در جامعه براش مبارزه میکنم. به این اعتبار هرچند که ما میتونیم در لفظ در ادبیات ژورنالیستی ازش به عنوان یک پدیده انقلاب زنانه و غیره صحبت کنیم و در سطح جهانی صحبت میکنم، ولی وقتی که داریم صحبت میکنیم از وظایف ما
برای استقرار حکومت آتی. دیگه یک انقلاب زنانه یک حکومت کارگری رو نمیتونه مستقر بکنه، صحبت از این نیست. یه حکومت به اصطلاح که مطالبات حداقلی اصلاحی و برابری زن و مرد رو، ولی ما میخوایم بازم تاکید میکنم برابری و آزادی زن و مرد در جامعه در گرو مبارزه با سرمایه‌داری و در این حال در گرو استقرار حکومتی هست که مناسبات اقتصادی حفظ برابری زن و مرد در جامعه رو بتونه تأمین کنه و اون فقط میتونه یک جامعه سوسیالیستی باشه. خب برخی دیگه از این انقلاب به عنوان انقلاب همگانی نام میبرن و رو این تاکید میذارن که نگاه بکنیم اتحاد اقشار مختلف که در اون این اعتراضات شرکت دارن، نگاه بکنیم همبستگیشون رو در کنار هم هستن و این انقلاب یک انقلاب همگانی خواهد. ببینید انقلاب همگانی یک دروغ بزرگه، یک دروغ بزرگه. جامعه در برگیرنده نیروهای طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی متفاوت هستش و این جنبش‌های اجتماعی افق‌های متفاوتی دارن که تأکید کردیم روش، همونطوری که پیش از این کسانی که از انقلاب ملی و میهنی به اصطلاح صحبت میکنیم گفتیم کدام نیروها هستند و تأکید کردیم که نیروهایی که مدافع انقلاب کارگری، حکومت کارگری هستند چه نیروهایی هستند. پدیده‌ای که بخواد این دوتا رو با همدیگه جمع بکنه و به اصطلاح با الساق کلمه همگانی پس از انقلاب صفت انقلاب رو بیان بکنه، داره بین راست و چپ جامعه که برای اهداف متفاوتی تلاش میکنن که رو در روی هم قرار گرفته مخرج مشترک میگیره که غیر قابل امکانه و نتیجتا داره خاک میپاشه به چشم اون نیرویی که از پس این تحولات به دنبال این هست که یک جامعه آزاد و برابر و سوسیالیستی رو بتونه مستقر کنه و نتیجتا ناچار میشه در مقابل نیرویی که میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه اما میخواد یه حکومت سلطنتی استبدادی رو به اصطلاح مستقر بکنه که جایگزین بشه. مخرج مشترک گرفتن بین ارتجاع و آزادی خواهی، بین کمونیسم و ضد کمونیسم فقط کار نیروهای سیاسی دماگوگ به اصطلاح و عوام فریب در تحولات سیاسی هستن که میخوان یه پدیده غیب موهوم رو به من و شما بفروشن و بقبولونن که اینطوری است. اون چیزی که رو زمین وجود داره و ما همه مردم رو به اون دعوت میکنیم که مردم متحد و همبسته با پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی، نه با پرچم تمامیت ارضی، نه با پرچم به اصطلاح شیر و خورشید سرخ و غیره و غیره با شمشیر، بلکه به زیر پرچم آزادی خواهانه، برابری طلبانه، رفع تبعیض، رفع مناسبات استثمارگرایانه به میدان بیان. این اتحاد مقدسه، این اتحاد قابل دفاع هستش و تلاش براش درخشان و به اصطلاح تعیین کننده است. ولی این پدیده دیگه که بخواد ما رو کارگر رو کمونیسم رو ببره زیر پرچم به اصطلاح راست و همواره اینطوری بوده و همواره در طول تاریخ اینطوری بوده که شما ماهار کارگر تلاشش کرده، آزادی خواهی تلاشش کرده اما بردنش به مسلخ. سال 57 اینطوری شد، پیش از این همچنین شد. نمیذاریم که چنین پدیده‌ای دوباره شکل بگیره و این بار سر کارگر به اصطلاح اینطوری بریده بشه. خب در ارتباط با به سرانجام رسیدن این جنبش، چیزی که طبیعتاً برای همه سواله که بالاخره این جنبش کی به نتیجه میرسه، کی از شر رژیم جمهوری اسلامی میشه خلاص شد، به نظر شما فکر میکنین چه سناریوهایی محتمله؟ آیا این جنبش به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی منجر خواهد شد و رژیم جمهوری اسلامی دیگه از رژیم جمهوری اسلامی خبر نخواهد بود، و یا اینکه سناریوهای مختلفی امکان هست که متحقق بشه؟ ببینید من فکر میکنم که این جنبش پتانسیل و ظرفیت این رو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و سرنگونی جمهوری اسلامی چنانچه هرچه کم مشقت تر، هرچه سازمان یافته تر، هرچه رادیکال تر صورت بگیره، مسلماً برای جامعه، برای همه انسان ها، برای تمامی شهروندان مطلوب ترین شکل جایگزینی جمهوری اسلامی به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است. اما این شرایطی که امروزه باهاش مواجه هستیم تفاوت‌های بسیاری با شرایط سال 57 داره.
چه در رژیم سیاسی، چه در نیروهایی که در مقابله با رژیم سیاسی آرایش پیدا کردن و موقعیت خودشون رو پیدا کردن. خب هر کدوم از اینا رو جدا 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 ببینید، وقتی که مقایسه میکنید حکومت آدمکشان اسلامی رو با حکومت به اصطلاح سلطنت پهلوی، حکومت اسلامی به شدت در این حال آرایش غیر متمرکزی رو داره بر مبنای به اصطلاح فرماندهی های محلی سازمان پیدا کرده که این فرماندهی های محلی میتونن در مقابله با وضعیت موجود یا اعتراضات در بخش های مختلف مستقل از به اصطلاح بخش های دیگه به بقای سیاه و ضد انسانی خودشون رای بدن. در صورتی که در سال 57 شما یه حکومت متمرکز داشتید، زمانی که رأس حکومت رو در تهران به اصطلاح میزدید یا طرف مجبور شد فرار کنه و دره و غیره، عملا سیستم پاشیده شده بود و غرب تونست با حکومت به اصطلاح با کمک جنرال های خودش کلیت ارتش رو نگه داره بده دست جریان خمینی. خب و ولی غیره. فکر میکنین آیا خب اون زمان هم سناریوهای از قبیل ازهاری که بگذاریم، بعدا مردم میگفتن ازهاری گوساله، بازم میگی نواره، حکومت نظامی روبرو بودیم با سناریوهای مختلف از قبیل حکومت نظامی، بعدم دولت بختیار و نخست وزیرهای مختلف هم اومدن و رفتن، آیا همچین سناریویی در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه عملی باشه و یا نه؟ من فکر میکنم که میتونه و اتفاقا بسیار پیچیده تر خواهد بود و به یک اعتباری بسیار متنوع تر از اون چیزی که در نهایت منجر به حکومت به سرنگونی سلطنت شد در مقایسه با اون چیزی که منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد. ما میتونیم شاهد این باشیم که حرکت بکنن، حکومت نظامی اعلام بکنن، به درجاتی گسترده تر از اون جنایتی رو که امروزه دارن در کردستان، در به اصطلاح مهاباد، در برخی دیگه در جوانرود، در بوکان و غیره انجام میدن، در ابعاد سراسری تری به این جنایت دست بزنن. کاملا ظرفیت و آمادگی چنین سناریوهایی دارن. البته سوال اینه که آیا این استراتژی و سرکوب همه جانبه براشون استراتژی پیروزی هست یا نه؟ من کاملا تردید دارم و بر این باور هستم که رژیم جمهوری اسلامی اتفاقا با دست یازیدن به سرکوب گسترده تر زمینه های زوال و نابودی خودش رو تسریع میکنه و رژیم استراتژی پیروزی با سرنگونی نداره، با عقب نشینی هم نداره. ما میتونیم شاهد این باشیم که همونطوری که اشاره کردید حکومت نظامی شکل بگیره، اعلام شرایط اضطراری بکنن، بخوان هر جنبنده ای رو که از ساعت 4-5 بعد از ظهر بیرون میاد بخوان بزنن. این سیاست هم به نظرم قابل دوام نیست، ولی میتونیم شاهدش باشیم. میتونیم شاهد این باشیم که عقب نشینی هایی بکنن یا برفرض آرایش سیاسی خودشون رو کاملا عوض بکنن، آخوندا رو بزنن از صحنه بیرون، بگن ما از شر آخوندا خلاص شدیم، یه حکومت اسلامی غیر آخوندی رو مستقر میکنیم و به اصطلاح تا امنیت و آرامش رو فراهم بکنیم. تو این شرایط بعید نیست بخشی از اپوزیسیون راست پروغربی سلطنت طلبا جناهایشون باهاشون همساز بشن. میتونه کودتایی از درونشون صورت بگیره یا از نیروهای کنار دستشون که بخواد به اصطلاح با اتکا به سپاه و ارتش، بخشی از سپاه و ارتش، آرایش کنونی رو به اصطلاح کنار بزنه و آرایش جدیدی رو بیاره. بسیاری از نیروهایی که مورد غضب رأس حاکمیت در شرایط کنونی قرار گرفتن میتونن آماده چنان سناریویی باشن که به اصطلاح خودشون رو برای شرایط اضطراری با پا جلو گذاشتن آماده بکنن. تمام این سناریو به نظرم ممکنه. میتونیم شاهد این باشیم که سناریوی سیاهی در جامعه شکل بگیره و بخشای مختلف نیروهای ارتجایی به جون جامعه و به جون خودشون بیفتن. همه اینا ممکنه، اما مطلوب ترین شکلش، کم مشقت ترین شکلش اینه که طبقه کارگر با پرچم آزادی خواهانه و سوسیالیستی خودش بتونه در رأس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار بگیره و با این پرچم بتونیم سرنگونی جمهوری اسلامی رو شکل بدیم و استقرار حکومت بعدی رو. و فاصله چندانی بین سرنگونی حکومت و استقرار حکومت آتی صورت نگیره. یکی از تفاوت‌های اصلی این بود که در سال 57 سرنگونی و استقرار حکومت آتی همزمان با هم صورت گرفتن. همون چهارشنبه یا پنجشنبه ای که برفرض رژیم بر 22 بهمن سرنگون شد، عملاً در فرداش در شنبه
عملا حکومت بعدی مستقر شده بود، ولی در شرایط کنونی میتونه یکی از پیچیدگی‌های مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی این باشه که سرنگونی جمهوری اسلامی صورت بگیره در پس خیزش‌ها، قیام‌ها و یا تنوعی از ترکیبی از اینها، اما حکومت آتی نتونه مستقر بشه و یک فاصله کشدار میان این سرنگونی از یک طرف و استقرار حکومت آتی صورت بگیره. به نظرم ما کمونیستای کارگری، مایی که باید در درجه اول تفاوت‌ها و تمایزات پدیده‌ای رو که باهاش مواجه هستیم با 57 ببینیم. 57 به اعتباری ساده تر بود، بسیار ساده تر بود، امروزه به نظرم پیچیده تره. اما در این حال باید این آمادگی و تشخیص رو داشته باشیم که برای شرایط پیچیده از هم اکنون به اصطلاح خودمون رو آماده کنیم و نیروهامون رو و سناریوهایی رو که میتونه متصور باشه و برای مقابله با این سناریوها بتونیم چشمانداز روشن و نیروی ظرفیت لازم رو در خودمون بپرورونیم. من فکر میکنم ساده انگاریه که اگه فکر کنیم چپ و راست با همدیگه دست در دست همدیگه یا شوشونه های همدیگه میرن رژیم اسلامی رو سرنگون میکنن، بعد فردا میرن در پارلمانی حالا یا در مجلسی در یا کنگره میشینن و حکومت آتی رو انتخاب میکنن و پس از اون همه میرن سر کارشون. این تصور به نظرم سناریوی خیالی هستش که جریانات راست سعی میکنن به ما بدن که برن تو یک مجلس مؤسسان بشینن و به اصطلاح در رابطه با شکل حکومت آتی مورد بحث قرار بگیره. شکل حکومت آتی، مضمون حکومت آتی از یک مبارزه پیچیده و عظیم شکل میگیره و ما کسانی که این واقعیت عظیم رو میبینیم باید خودمون رو براش آماده بکنیم تا هرچه کم مشقت‌تر بتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم. تسلی یه مسئله مهمه. شما در صحبتاتون به سناریوهای مختلف اشاره کردین، حکومت نظامی، بعدم سناریوهای سیایی که ممکنه پیش بیاد. از این طرف ما با مردمی روبرو هستیم که با اسلحه‌ای دستشون نیست و با رژیمی روبرو هستیم که الان ما توی کردستان دیدیم که اولا جنایت بر علیه بشریت، جنایت جنگی توی کردستان اتفاق افتاده، با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین به جون مردم در کردستان افتادن. مردم چجوری میتونن در ارتباط با این مسئله به مقابله رژیم بپردازن در ارتباط با سناریوهای مختلفی که مطرح میشه؟ ببینید، مسلماً رژیم جمهوری اسلامی در تحلیل نهایی بدون یک قیام مسلحانه سرنگون نخواهد شد. بدون یک قیام مسلحانه نتیجتاً اسلحه وارد سیاست خواهد شد و به عنوان یکی از ملزومات سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح خواهد. ولی آیا الان در چنین شرایطی قرار داریم؟ آیا الان باید فراخوان مسلح شدن به کانونهای مبارزاتی و غیره و محافل متفاوت رادیکال آزادیخواه و سوسیالیست داد؟ به نظرم نه. در حال حاضر مهمترین حلقه برای پیشروی آزادیخواهی و جنبش ما کمونیستا و سرنگونی طلبی در جامعه قدرتمند شدن اعتراضات هست. اعتراضات در حال حاضر اشکال جنگ و گریز خیابانی و در شبها رو در شکل عمده و قالب خودش داره. ما باید بتونیم این اعتراضات رو نه تنها در شب، بلکه علاوه بر شب به اعتراضات در روز، در روشنایی آفتاب و با اتکا به توده مردم گسترده تری تبدیل بکنیم. بزرگترین ضمانت ما در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی و توحشش و آدم کشیش کثرت توده عظیمی هستش که در اعتراضات شرکت میکنه، چه در اعتراضات خیابانی، چه در اعتصابات محیط کار و غیره. همونطوری که مثلا شما در جوانرود مشاهده میکنید، رژیم شب قبلش با نفربر، با دوشکا، با تیربار، با به اصطلاح نیروهای زرهی خودش ستون نظامی رو به اصطلاح از مراکز پاسگاه‌های خودش وارد شهر میکنه، فردا صبحش مردم در ابعاد گسترده که میبینیم هزاران نفر در خیابان ها میان جلو و این توده عظیم در شرایط حاضر به میدون کشیدنش و رو در روی رژیم قرار دادن مهمترین اهرم برای عقب نشینی، برای تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه بر علیه جمهوری اسلامی و در این حال بزرگترین فاکتور برای به میدان کشیدن طبقه کارگر در اشکال اعتصابی سیاسی سراسری برای به اصطلاح پیشبرد امر مبارزه
برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق شرایط و ملزومات یک انقلاب کارگری هستش. تأکید من روی این هستش که کثرت ما ضامن پیشروی ما، ضامن توازن قوا و غیره است و تبدیل اعتراضاتی که نه فقط جوانان با شجاعت و به اصطلاح استقامت در مقابل اوباش اسلامی وامیستن، بلکه من و شما مردم عادی همسن من و شما حداقل بتونن در اعتراضات شرکت کنن، زن و مرد سالمند، جوان و غیره بتونن در اعتراضات شرکت کنن، سهم خودشون رو ایفا کنن و نقش خودشون رو ایفا کنن. این یه بخش مسئله است، گستردگی. در این حال سازمانیابی، 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 سازمانیابی. ما بدون انسجام بخشیدن و ایجاد یک ستون فقرات سازمانده در محیط کار، در محیط زندگی، بدون ایجاد شوراهای محیط کار، بدون ایجاد شوراهای محیط زندگی خودمون و غیره، نمیتونیم یک مبارزه چند ماهه پیچیده و سهمگین رو برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی به پیش ببریم و به منظور خونسا کردن ترفندها و جنایتکاریهای جمهوری اسلامی هرچه بیشتر نیازمند چنین سازماندهی هستیم که مبارزه متکی بشه به سازماندهی. یه جای عقب بشینه، یه جای تعرض میکنه، تاکتیکای مناسب اتخاذ میکنه که بتونه مثمرترین مسیر برای پیشروی این جنبش و پیروزی رو تأمین کنه. و در این حال به نکته دیگه که باید اشاره کرد اینه که کمونیسم جامعه باید سر بلند کنه. الان حاضر داره یواش یواش از زیر به اصطلاح سرش از زیر آب میاره بیرون. شعارهایی رو که میبینیم، حکومت شورایی، شعارهایی که به زنده باد سوسیالیسم برمیگرده و غیره، شاهد بیرون اومدن و نمونه های متعددی از بروز علنی کمونیسم جامعه هستیم، به اسم کمونیسم، به اسم سوسیالیسم. به این احتیاج داریم در ابعاد گسترده تر که کمونیسم جامعه به مثابه یک آلترناتیو بتونه خودش رو علم بکنه که مورد انتخاب توده مردم قرار بگیره و قابلیت ها و حقانیتش و مطلوبیت خودش رو برای پیش بردن این مبارزه و به سرانجام مطلوب رسوندن رو بتونه نشون بده. علی جوادی با تشکر بسیار زیاد از شما. متشکرم. یعنی عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو دارم. شب و روزتون.